سلام، من سحر هستم، اینجا پارسی تیوی. تو این برنامه میخوایم به شایعه برادر بودن امید، خواننده لس آنجلسی و مهران مدیری بپردازیم. پس لطفاً با ما همراه باشین. قبل از هر چیز دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید. دکمه زنگوله کنارش هم بزنید، صرفاً جهت اینکه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشین. مسئله از اینجا شروع میشه که امید در شبکه ماهواره‌ای اعلام کرد مهران مدیری برادر منه و ما با هم رابطه خوبی داریم، گرچه که از همدیگه دور هستیم. و همین مسئله باعث میشه تا افکار عمومی جهت انتشار این خبر تحریک شده و خبر چه واقعیت داشته باشه و چه نه با سرعتی عجیب منتشر شه. خیلی از افراد از هویت افرادی که خبر از اونها منتشر شده مطلع نیستن و ممکنه زودتر تحت تاثیر قرار بگیرن و یه خبر رو منتشر کنن. حالا به معرفی هر کدوم از این شخصیت‌ها و کلیت موضوع می‌پردازیم. پس با ما همراه باشین. مهران مدیری متولد 18 فروردین 1346 در تهران و بازیگره. دانشگاه رو به خاطر حضور در جنگ تحمیلی ناتمام گذاشت. بعد از اون از تئاتر شروع کرد و با کارگردانی درخشید و حالا قدرتمندترین چهره سیاسی فرهنگی ایرانه. جالبه بدونید که اون سید هم هست. فعالیت‌های هنری خودش رو از نخستین سال‌های نوجوانی شروع کرد و تا قبل از ورود به رشته تئاتر در دانشگاه در چندین اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور داشت. تحصیلات آکادمیک اون در رشته تئاتر به دلیل حضورش در جبهه‌های جنگ ناتمام موند، اما عشق اون به هنرهای نمایشی بار دیگه اون رو به عرصه نمایش در تئاتر و رادیو کشوند. از سال 1362 و در 16 سالگی تا سال 1372 با نمایش‌های زیادی روی صحنه رفت و در این دوران با بسیاری از بزرگان تئاتر کشور مثل قطب‌الدین صادقی و میکائیل شهرستانی همکاری کرد. مهران مدیری آخری فرزند خانواده است و 3 تا برادر بزرگتر داره. سال 1368 در 22 سالگی به رادیو رفت و در برنامه داستان شب به مدت 6 سال گویندگی کرد و در سال 1372 وقتی 26 ساله بود به همراه داریوش کاردان اولین برنامه طنز را برای نوروز ساخت. شهرت مهران مدیری با اولین کار خودش بود. اون با برنامه طنز نوروز 72 در قامت بازیگر و کارگردان به شهرت رسید. بعد از اون با سریال پرواز 57 در سال 72 دوباره سر زبون ها افتاد. سریال ساعت خوش سال 73 و مجموعه های نوروز 76 و جنگ 77 از دیگر آثار موفقش بود که پاش رو تو عرصه طنز سفت‌تر کرد. مهران مدیری سال هاست ازدواج کرده و متأهله. دو فرزند داره که پسرش فرهاد موزیسین و دخترش شهرزاد طراح لباس هستند که شباهت عجیبی به پدرشون دارن. همسرش از چهره های هنری نیست. البته که به اشتباه خیلی از سایت ها از روی عکس فریبا متخصص به عنوان همسر اون نام میبرن که اشتباهه. خب حالا میریم سراغ امید. امید سلطانی متولد 6 مرداد 1341 در تهران، خواننده پاپ ایرانه. تحصیل کرده رشته مهندسی معماری از دانشگاه سراسری مارمارای ترکیه است که تو جنگ تحمیلی سرباز بود و حالا ساکن کشور آمریکاست. اون در محله پیچ شمیران به دنیا آمده و در دوران کودکی در مجیدیه بزرگ شده. اصالتاً از طرف پدر و مادر اهل چهار محال و بختیاریه و 4 خواهر و 4 برادر داره. دبیرستان رو در هنرستان صنعتی تهران گذروند و پس از گرفتن دیپلم فنی راه و ساختمان در سال 1359 و وقتی 18 سالش بود به عنوان سرباز وارد نیروی زمینی ارتش شد. اون در پادگان فرح‌آباد ژاله دوران آموزشیش رو گذروند و بعد از اون با لشکر 92 زرهی اهواز به خط مقدم جنگ ایران و عراق اعزام شد.
اون در منطقه‌ای در 85 کیلومتری خرمشهر سربازی خودش رو به اتمام رسوند و بعد از اون در انجمن خوشنویسان تهران ثبت نام کرد و شاگرد استاد نظام العلماء شد. فعالیت موسیقی خودش رو از دبیرستان شروع کرد، به طوری که دو بار در اردوی رامسر در مسابقات خوانندگی مقام اول رو برای دبیرستان خودش کسب کرد. بعد از اون در کنار کار خوشنویسی و طراحی به سفارش همسر استاد بنان به انجمن حفظ و اشاعه موسیقی اصیل راه پیدا کرد و اونجا زیر نظر اساتید مختلف آموزش دید. امید سلطانی در سال 1364 وقتی 23 ساله بود برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی معماری ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد که به پایان نرسید. اون برای تامین نیاز مالی خودش خوانندگی را از این کشور شروع کرد. آشنایی امید با آهنگساز معروف زندگی کیومرث سلیم‌پور در استانبول موجب تولید اولین آلبوم و تغییر مسیر زندگی اون از ترکیه به سمت آمریکا شد. اولین آلبوم امید در سال 1371 وقتی 30 ساله بود با موفقیت کم نظیری روبرو شد. خب حالا میریم سر بررسی داستان برادر بودن این دو نفر. در کل نتیجه که میتونیم از شواهد از جمله تفاوت‌های نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد و غیره بگیریم اینه که این خبر شایعه‌ای بیش نبوده و هیچ رابطه فامیلی بین این دوتا وجود نداره. میتونیم بگیم امکان ایجاد چنین شایعه‌ای هم از تشابه چهره جناب مدیری و آقای سلطانیه. بعضی از افراد از نام برادر ناتنی استفاده می کنن که به هیچ وجه نمی تونه درست باشه، چون پدر مدیری طی حیاتش هیچ سفری به چهارمحال و بختیاری یعنی محل تولد امید نداشته. خود مهران مدیری هم در یکی از مصاحبه هاش در جواب اینکه آیا این شایعه صحت داره یا نه پاسخ منفی داده. اینجا همراه ما بودین. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه برامون بنویسین. راستی اگه تا حالا عضو کانال ما نشدین ممنون میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.